ممکنه شما هم مثل ما مواد شیمیایی مختلف و خطرناکی مثل انواع رنگ و حلال های رنگ رو توی کارگاه خودتون نگهداری کنید اما واقعا ندونید که چه خطری رو دارید به جون میخرید و ممکنه چه آسیب هایی به شما یا کارگاهتون وارد بشه ما توی این ویدیو میخوایم در مورد روش های اصولی و درست نگهداری از رنگ با شما صحبت کنیم که چه کار کنیم رنگی که در اختیار داریم یا مواد شیمیایی مثل تینری که در اختیار داریم خراب نشن و یا باعث ایجاد آسیب برای شما نشن خیلی سریع بریم برای توضیح این موارد من دونه دونه خدمتتون توضیح میدم اگر خواستید بنویسید این مطالب رو یا این ویدیو رو ذخیره کنید یا برای همکاران و دوستانتون ارسال کنید تا اینکه همه به هم کمک کنیم برای اینکه یه فرهنگ درست در جهت نگهداری اصولی از مواد شیمیایی و به خصوص رنگ ها در کارگاه های خودمون داشته باشیم اولین موردی که باید مد نظر داشته باشید اینه که رنگ رو در جای خشک و خنک نگهداری کنید این خیلی مهمه به هیچ عنوان اجازه ندید رطوبت کف رطوبت دیواره یا هر رطوبت دیگهی به قوطی های رنگ و به خصوص این قوطی های فلزی نفوذ پیدا بکنه و باعث در واقع زنگ زدگی یا خراب شدن این قوطی ها بشه این نکته اول نکته دوم اجازه ندید گرمای زیادی به رنگ برسه دمایی بین 5 تا 35 درجه سانتیگراد عدد مناسبیه برای رنگ اما اگر از این دما افزایش پیدا کنه یا کاهش پیدا کنه باعث ایجاد مشکل میشه اگر افزایش پیدا کنه قاعدتا این رنگ ممکنه آتیش بگیره باعث ایجاد آتیش بشه توی فضای کارگاه یا محل نگهداریش اگه دما پایین تر بیاد دیگه ممکنه رنگ اون خاصیت خودش رو از دست بده پس این موارد رو مد نظر داشته باشید نکته بعد رنگ رو حتما توی قفسه جدای از سایر موادی که توی کارگاه خودتون دارید یا سایر ابزارها نگه دارید به هیچ عنوان اینها رو با ابزارهای برقی یا جاهایی که ممکنه حالا یه ابزاری باشه یه پلیسه ای داشته باشه یه جرقه ای داشته باشه چیزی که ممکنه این ماده شیمیایی خطرناک رو به آتیش بکشه دور کنید این نکته خیلی مهمه خب اگه احیانا درب قوطی رو باز کردید و رنگ رو ساختید سریعا درب رو ببندید این خیلی مهمه اجازه ندید هوازدگی ایجاد بشه اجازه ندید اکسیژن برسه به رنگ این نکته رو مد نظر داشته باشید اگه میخواید رنگ رو در مقدار کم بسازید در و قوطی رو باز کنید مقداری که نیاز هست رو تو یه ظرف دیگه بریزید و اونجا رنگ رو هم بزنید و بسازید و درد رو سریعا ببندید به محض اینکه در به قوطی رو باز کردید خوب محتویات داخل قوطی رو هم بزنید 90 درصد رنگ ها و مواد سلولوزی یا های موادی که اکرلیک هستن یا روغنی هستن اینها دو فازن شما باید با هم زدنش فاز یک و دو رو با هم ترکیب کنید تا اینکه رنگ آماده بشه برای اجرا روی حالا هر ای که دارید نکته بعد بعد از اینکه درب قوطی رو بستید مراقب باشید دقیقا با چشمتون نظاره کنید و ببینید که احیانا منفذی وجود نداشته باشه اگه مشکوکین یه کیسه فریزر یه کیسه پلاستیکی قرار بدید زیر درب و درب رو محکم فشار بدید تا اینکه اون کیسه مانع از ورود یا حالا خروج رنگ مانع از ورود اکسیژن یا خروج رنگ از قوطی بشه اینم خیلی مهمه اگه احیانا بازم میخواید یه کار اصولی تری انجام بدید بعد از اینکه درب به قوطی رو بستید مخصوصا تو این انگ ها با استفاده از چسب نواری کاغذی دور تا دورش رو چند دور ببیچونید و باز هم جلوگیری کنید از ورود هوا به داخل رنگ از یخ زدن رنگ جلوگیری کنید نذارید دما بیاد پایین این نکته خیلی خیلی مهمه رنگ های فوری مثل سیلر رو به اندازه ای که مورد نیازتون هست بسازید چون اگه بسازید و بذارید یه گوشه از کارگاه اون رنگ دیگه خاصیتش رو از دست میده رنگ های اکریلیک رو هم به همین صورت نشه یه رنگی رو بسازید رنگ های اکریلیک پای آب رو میگم خدمتون و بذارید کنار بمونه بعد یه مدتی اصلا میبینید بوی رنگ تغییر میکنه و اون رنگ دیگه خاصیتش رو نداره اینم نکته خیلی مهمی که باید بهش دقت کنید به تاریخ انقضای رنگتون توجه کنید بعضا رنگ های شیمیایی یه تاریخ انقضای خیلی کمی دارن زود خراب میشن اگه احیانا استفاده نمی کنید به یه نفر دیگه قرض بدید یا ببرید رنگ فروشی و بگید آقا اینو ازم بخر یا بده به یه بنده خدای دیگه ازش استفاده کنه پس خیلی مراقب باشید اگه خواستید توی تقویم یادداشت کنید یک هفته قبل از خراب شدن رنگش حتما یه جوری ازش استفاده کنید یا حتی میتونید بدید به رنگکارهای مثلا اگر رنگ چوب داشتید بدید به رنگکارهای چوب با یه مبلغ خوبی ازتون میخرن مشکلی وجود نداره معمولا اصلا بیایم بدترین سناریوی ممکن رو متصور بشیم و بررسی کنیم فرض رو بر این بگیرید که شما همه موارد رایت میکنید اما به هر دلیلی این قوطی خودش میخواد آتیش بگیره پس نکته اول به هیچ عنوان غوتی های رنگتون و قفسه رنگتون رو کنار درب ورودی یا درب خروجی کارگاه قرار ندید اگر هر یک از این غوتی ها به هر دلیلی آتیش بگیره به این سادگی از بین رفتنی نیست به این سادگی این آتش حاصل از در واقع مشتعل شدن مواد شیمیایی مثل رنگ به این سادگی از بین نمیرن به این سادگی خاموش نمیشن پس این مورد لطفا مد نظر داشته باشید در فضای دور از انبارتون دور از محل دپو چوب دور از محل دپو اجناستون نگهداری کنید و مهمتر از اون کپسول آتش نشانی تهیه کنید که مناسب خاموش کردن مواد شیمیایی مثل رنگ باشه نرید هر کپسولی که بذارن جلوتون تهیه کنید بگید من یه کارگاهی دارم همش رنگی یه کپسولی به هم بده که بتونه مواد شیمیایی رو خاموش کنه این نکته خیلی خیلی مهمه همیشه در زمانی که دارید دپو میکنید موادی مثل رنگ رو حتی یه لیترشو حتی یک کیلو یا یک لیترشو بدترین سناریو ممکن رو در نظر بگیرید که خدای نکرده باعث ایجاد آسیب به شما یا همسایه های شما یا ابزار و محصولات شما نشه آرزوی سلامتی میکنیم برای تک تک شما امیدواریم که به هیچ عنوان هیچ یک از مواد و متریالی که در اختیارتون هست آتیش نگیره مشکلی براش پیش نیاد اما شرط عقل که تک تک این مواردی که خدمتتون عرض کردم رو دونه دونه رعایت کنیم این ویدیو رو لطفاً بفرستید برای دوستانتون که در این صنعت فعالیت دارن و حتی ممکنه یه انبار کوچیک داشته باشن تو خونهشون و دارن از این مواد نگهداری میکنن لایک و شیر و کامنت هم به ما کمک میکنه که بیشتر دیده بشیم و ویدیوهای با کیفیت بیشتر براتون بسازیم ارادتمندیم منتظر ویدیوهای بعدی ما باشید